سلام میکنم به همه دوستای خوبم هم. خوش اومدید به کلاس درس میخوایم با هم تمرین آخر فصل حرکت شناسی کتاب فیزیک پیش دانشگاهی رو حل بکنیم که یک تمرین خیلی قشنگ از حرکت پرتابی هست سوال همینه به ما گفته که یک بسکتبالیست با قد دو متر میخواد یک توپ رو پرت بکنه با زاویه 45 درجه و هدفش اینه که توپ بره داخل این سبد و مختصات سبد هم یعنی ارتفاعش از زمین هست 3 متر فاصلش از پای بسکتبالیست هست 11 متر و تنها متغیری که میتونه تنظیم بکنه بسکتبالیست سرعت اولیه توپ هست خب یعنی البته زاویه رو هم میتونه به صورت دنیای واقعی تنظیم بکنه اما ما فرض میکنیم که میخواد حتما با زاویه 45 درجه پرتاب بکنه خب توپ داخل سبد بیفته معنیش چی هست بذارید اول این رو با هم ببینیم داخل سبد افتادن توپ یعنی اون زمانی که طول میکشه که توپ من 11 متر پیش بره دقیقاً و دقیقا برابر باشه با اون زمانی که طول میکشه که توپ من یک متر ارتفاعش بیاد بالا خب چون از ارتفاع دو متری میخواد بره به ارتفاع سه متری یعنی اگر اینجوری بشه که اون زمانی که طول میکشه که توپ من یازده متر پیش بره در اون زمان پنج متر بره بالا در این صورت توپ من دیگه در داخل سبد نخواهد افتاد و یک همچین جایی خواهد بود و این مسیر رو ادامه خواهد داد بنابراین این دو زمان باید با هم برابر باشن این میشه معنی توپ داخل سبد افتادن حالا برای حل این مسئله ما دو تا راه حل پیش رو داریم یک راه حلی که من الان میخوام اول مطرح بکنم اینه که من اول فرض میکنم که این سوال امتحان نیست و سوال تمرینیه که شما قرار حل بکنید بنابراین اجازه دارید برید کتاب درسی رو ببینید ویدئوهای کلاس درس رو ببینید و مرور کنید برای خودتون که چطور ما معادله مسیر حرکت پرتابی رو به دست آوردیم یعنی ما گفتیم که معادله مسیر یک حرکت پرتابی که رابطه Y و x رو در یک حرکت پرتابی به من, من میده اگر من مبدع مختصاتم رو در این نقطه قرار بدم یعنی نقطه ای که حرکت پرتابی دقیقا آغاز خواهد شد از این رابطه به دست میومد که وای مساوی بود با منفی ج تقسیم بر دو و صفر به توان دو کسینوس دوی آلفا x به توان دو به علاوه x تانژانت آلفا که آلفا زاویه اولیه پرتاب بود و و به توان دو سرعت اولیه پرتاب حالا توپ داخل سبد افتادن در این مسئله یعنی این نقطه جزئی ای از معادله مسیر من باشه یعنی مسیر من از اون نقطه عبور بکنه و بنابراین من میخوام که نقطه یازده و یک خب این نقطه مختصاتش هست 11 و 1 دیگه به نسبت این مبدع مختصات این نقطه مختصاتش هست 11 و 1 بنابراین من میخوام که نقطه 11 و 1 جزئی از معادله مسیر من باشه و برای این کار کافیه که من 11 و 1 رو در معادله مسیر قرار بدم تا تنها پارامتری که در این معادله نمیدونم چیه رو به دست بیارم بیایید این کار رو بکنیم من وای رو قرار میدم با 1 و می نویسم که یک مساوی با منفی ج که ده هست تقسیم بر دو و صفر به توان دو کسینوس آلفا کسینوس 45 درجه هست رادیکال دو دوم بنابراین کسینوس 45 درجه به توان دو میشه یک دوم زرد در ایکس هم که بود یازده به توان دو به علاوه یازده زرد در تانجانت آلفا هم که هست یک تانجانت 45 درجه میشه یک و از این عبارت من نتیجه میگیرم که 10 مساوی میشه با منفی 10 ضرب در 11 به توان 2 تقسیم بر و 0 به توان 2 در نتیجه و 0 مساوی میشه با 11 متر بر ثانیه پس این روش اولی بود که من حل کردم و خب روش خیلی هم خوب و به نظر من قشنگیه به این دلیل که شما میاد استفاده میکنید از معادله مسیر و اون وقت دوست دارید که یک نقطه،, نقطه, خاص در مسیرتون باشه و برای همین سرعتتون رو به نحوی تنظیم میکنید که اون نقطه در معادله مسیرتون صدق بکنه اما خب ممکنه به من بگید که خب ما خیلی وقتا این فرمول رو حفظ نیستیم و امکان دسترسی به ویدیوها و کتاب درسی رو هم نداریم مثل شرایط مثلا امتحان که البته من میگم خب اشکال نداره اگه شما واقعا بتونید در حالتی که سر جلسه نیستید این سوال رو حل بکنید یعنی فیزیک رو یاد گرفتید این بخشش رو حالا اینکه دیگه سر امتحان بتونید این کار رو کنید به نظر من خیلی مهم نیست با این همه روشش این هست که شما اصلا برید خودتون معادله مسیر رو مجددا استخراج بکنید یعنی شما بگید که من میدونم در حرکت پرتابی و صفر کسینوس در تی به من x رو میده یعنی معادله حرکت من هست سرعت در راستای x و صفر و سینوس آلفا ضرب در زمان و همچنین y t که من البته اشتباهی x رو اونور نوشتم y در حرکت پرتابی هست منفی یک دوم ج t به توان دو به علاوه و صفر سینوس آلفا t به علاوه وای که من اینجا فرض کردم وای صفر, صفر هست یعنی مبدع مختصات رو دقیقا در نقطه پرتاب در نظر گرفتم پس این میشه صفر اگر شما این دوتا را همزمان با هم حل بکنید و تی را حذف بکنید در این صورت این معادله مسیر رو دقیقا به دست میارید و بعد میتونید این سؤال رو حل بکنید بنابراین خیلی خوب هست که شما کلا استخراج معادله مسیر رو از معادله مکان بلد باشید یا از معادله حرکت و در نتیجه میتونید این جور سوال ها رو خیلی راحت خودتون بدون اینکه لازم باشه یک چنین فرمول های عجیبی رو حفظ باشید حل بکنید خیلی هم خوب در ویدئوهای بعد میبینمتون فعلا خدافظ